یکی از بهترین دوستان من 40 سال به من امکان داد که صدای پارسی داشته باشم. رادیو برای شما ناگهان مریض شد و خودش روز رفتن خودش رو تعیین کرد. از قدیمم این رادیوی ما یک شعار داشت: ژاگت کنژو. من نگه می‌دارم، وای میستم وقتی که خودم بخوام. ما فکر می‌کنیم برنامه‌ی رادیو رو میگه تلویزیون، 40 سال شعارشه ژاگت کنژو. حالا که من میخوام پیام بدم و صحبت کنم، روز رفتنش خودش تعیین کرده که کی بره نباشه اینجا. بزرگی رو ببینید، بزرگی رو شما ببینید. به خاطر من، یعنی من که میگم تو ملت ایران، 2 ماه اعتصاب قضا کرد سال 1996 با اون که من محافظ داشتم، ماشین ست گروه داشتم، رادیو ما رو توقیف کردم. فرانسوی ما روزی هفته 2 ساعت برنامه داشتیم، کل رادیو فرانسوی توقیف کردم. شکایت کرده بود جمهوری اسلامی، برای جمهوری اسلامی. این مرد آمد 2 ماه وایساد، گفت من با سیاوش اوستا، با دوید عباسی، رفیق منه، من برنامه رو قطع نمی کنم، برنامه کل رو قطع کنم. 2 سال رادیو قطع بود، رفتیم دادگاه، مورد گفران فرانیان، موفق شدیم دوباره امتیاز گرفتیم. 1996 برای تو وایساد، برای ایران وایساد. ما آوا داشتیم، این تحول جهانی که به وجود اومد، همه بچه میتونم یعنی شهادت بدن، رادیو آوا ایران پاریس بود، نقش مهم میداشت. و این تنها کسی بود که ای که شما الان تلویزیون همه جمع شده حرف بزن، الان بفرمایید، بله بله، این رو ایشون دیدی دوپلژ مود کرد، رادیو ما بود. از سال 1984 به مردم امکان میدادیم صحبت کن، حرف بزنن، در حدی که به کسی توهین نکنن. و تا الان هم ادامه داره، تا الان ادامه داره این قضیه. و بچه‌هایی که پاریس بودن رفتن اونجا و خلاصه خیلی وقتا میدونی تو یه چیزی یاد میگیری، دنبال میکنی، نمیدونی که از کجایی که مثلا خیلی از بچه‌ها وقتی که چیز میشه که نمیدونه از کجا میان. ولی کیان عزیزم که 9 سال است وقتی میاد کلاه رو سرش میکنه، وقتی با پدر مادرش میاد، پدر مادری که بچه رو میبره. مجید عزیزم 23 سالشه وقتی میاد میگه شادی کنید. وقتی مادر من فوت کرد، ما تو کشتی جشن گرفتیم که هنوز به دنیا نیومده بود مجید. پدر مادرن میرسونن، خانواده است، بچه رو پرورش میده. درس همینه، درس این گونه است. حالا خیلی ها دیدی دوپلژ یاد گرفتن که به مردم امکان صحبت کردن.